امروز میخوام بریم یه روز از زندگی کاملا نرماله یه دانشجوی 19 ساله که هم یوتیوبره و هم مهندسی کامپیوتر میخونه چجوریه. بچه امروز جمعه است و من خونه تنهام کل روز و شبم تنهام و تصمیم گرفتم امروز 3 تا ویدیو یوتیوب ریکورد کنم و حالا که بهش فکر کنم واقعا نمیخوام واقعا دارم میخواد فیلم بذارم ببینم و سخت این زندگی خیلی سخته. شاید اگه دانشگاه شریف بودم الان صبح بیدار میشدم لپتاپو میکردم کد میزدم همینجوری، ولی برنامه اصلیم برای امروز اینه که 3 تا ویدیو یوتیوب ریکورد کنم، 2 تاشو ادیت کنم و آخرش برم سراغ درسای دانشگاه، چون این هفته امتحان دارم و من 2 ترمه که هیچ درسی نخوندم. بعید میدونم امروزم بخونم ولی میخوام تلاشم کنم یکم درس دانشگاه بخونم، امتحان گسسته دارم، یکم برای درس جاوامون کد تمرین کنم بزنم، چون این آقای هر هفته امتحان میگیره و پدر ما رو درآورده و واسه الان برنامه اینه که بیام بشم پشت کامپیوتر یکم کارو من انجام بدم، بازار نگاه کنم قبل اینکه بشینم ویدیو ریکورد کنم یا ادیت کنم. ولی خب اتاقم اینجوریه. بله، این صحنه ای که وارد میشی اتاق من و من نمیتونم هیچ کاری الان انجام بدم چون باید همشو مرتب کنم و اعصابم نمیکشه، شخصیت من اینجوریه، باید میزم حتما مرتب باشه. برای همین الان میخوایم با هم اتاق مرتب کنیم. بدبختا میدونم شما احتمالاً اتاق خودتونم به زور مرتب میکنید، ولی من همیشه سعی میکنم تختم مرتب کنم قبل اینکه صبحانه بخورم. الان صبحانه خوردم، آب خوردم، همه کارا کردم و الان دارم ریکورد میکنم. گفتم یکم بچه خوبی باشم. نی جونم یار جونم بیا دردت به جونم. همین اول صبح دیوانه شدم، دیوانه. الان کتابم از 100 سال خریدم، اتامیک هبیت. دستمال چیه دستم؟ آره اینو خیلی وقت خریدم و قرار این بود که هر شب 10 صفحه ازش بخونم و از این 300 صفحه الان تازه صفحه 135 ام. مثلا اینجوری که یه هفته اصلا نگاشم نمیکنم، بعد میگم Let's go baby, let's get motivated. میشینم 10 صفحه میخونم، بعد روز بعد دیگه خبری از این کتاب نیست و قول میدم امروز 10 صفحه بخونم. بچه‌ها میدونم براتون مهم نیست و الان گفتید بکنم. تو این میزم که لپتاپم هست، اینجا دوتا میزه، مثلا اینور نمیشینم چون اول اصلا نمیشه نشست، بعد اینکه وقتی پی سی اینا گرفتم دیگه با لپتاپ کار نمیکنه، فقط میبرم دانشگاه یا فایلی که قدیمیان و بعضی وقت نیاز دارم از این میزم توی اون و به این صورت. اینجا رو خیلی دوست دارم یکم بیشتر مرتب کنم ولی نه. Let's get to work. حالا اولین کاری که انجام میدم اول صبح اگه شنبه و یه شنبه نباشه، چون بازار فارکس تعطیله، میرم این نمودار رو تحلیل میکنم ببینم چیزی گیرم میاد که بتونم بیشتر از این به پولم گند بزنم. الان فکر نکنید من از این تریدری خفنم که مثلا روزی انقدر دلار در میاد، انقدر تو ضررم که اگه بتونم ضررم رو یه روزی جبران کنم واقعا تریدر خوبم، واقعا خوبم. و اون روز میام یه ویدیو میذارم که چطور تریدر خوبی شدم، ولی الان نه، الان فقط دارم جون میکنم که ضررمو جبران کنم. کفش اینه که پول مثلا چه بدونم کافه این ور اون ور میخوام برم، پول باشگاه اینا رو خودم در میارم دیگه، بابام نمیگیرم. اگه هنوز از باباتون میگیری اینا رو یه فکری به حال خودتون بکنید. البته من 18 ساله، میدونم بیشتر شما زیر 18 سالی، پس اشغال کنید، مهم نیست واقعا، زندگی ارزش فشار خوردن نداره. بله، نصیحت های پسر ابله 18 ساله دارم میشنم. اولش میرم یه سر به بازار بزنم. خیلی ها تو ممکنه این نمودارهای مسخره رو دیده باشین که آره قیمت بالا پای میره و تو یه کاری میکنی و یه عالمه پول در میاری. اینا همش الکی، اینا مال فیلم هاست بچه ها. خب من یکم این نمودار رو نگاه میکنم، بعد میخوام مثل فرشا ساینت الک بیام، بعد برمیگردم پیش تو فعلا نداره که بابا یه ثانیه میخوای دور رو قطع کنی دیگه. الان تمرکز اولم رو یوتیوبه، چون واقعا عاشق فیلم درست کردم و یوتیوب واسه آدمایی که برونگران واقعا جوابه، یعنی واقعا راحته. الان من راحت دارم با دوربین حرف میزنم. یکی که درونگراست میاد یه ویدیو میذاره unsolved، مثلا میخواد آدم مدگر رو در بیاره، میشینه 30 دقیقه جلوی دوربین داره درباره پرونده قتل دریوری آروم حرف میزنه، آره بچه‌ها فلانی یه قاتل 16 ساله بود که بعد ویدیو هیچ ادیتی هم نداره و 3000 تا ویو.
4000 تا ویو الکی. آره الان برای استراحت الان 10 دقیقه کار کردم میخوام استراحت کنم. الان دیدم که آریا یه دونه ویدیو گذاشته بعد 10 روز. من ویدیو گیمش رو نگاه نمی‌کنم، اگه ولاگی چالش چیزی با بچه‌ها بذاره خوشم میاد. اسم ویدیو یوگا از احتمالاً توش داره دردودل میکنه و من این ویدیو خیلی خوشم میاد، واسه همین میخوام نگاه کنم ببینم که چی هست اصلا. میبینید طرف چقدر وقت گذاشته رو ویدیو؟ ویدیوش هم سابتایتل فارسی داره، فکر کنم انگلیسی هم داشته باشه قطعا. نه دیگه زایش شدم، ولی بعضی ویدیوش دیدم که داره. قشنگ طرف یه شخصی دو تا حقوق بگیر داره فقط برای سابتایتل ها. میان سابتایتل ها رو دونه دونه میزنن، فارسی، انگلیسی برای ویدیو. این آدم ارزش داره دنبال کردنش. چون واقعا تلاش کرده، ولی یه احمقی مثل سوگن که میاد چرت و پرت ویدیو میذاره چرا باید این همه ویو بگیره؟ واقعا هیچ دلیلی نداره. بعد الان ممکنه بگین اوره تلاش کرده. چه تلاشی کرده؟ چه تلاشی داره؟ ویدیو پشتیمیزی اصلا تلاشی نداره. طرف یه سال اومده ویدیو گذاشته، از همه اینا داره میزنه، از آریا، خیلی کسای دیگه قدیمی ان داره میزنه جلو. مثلا میاکوروش 100% الان باید از نظر تعداد سابسکرایبر اول می بودن، ولی یکی مثل پوتک همینجوری با ویدیو چرت و پرت اومده بالا برای خودش، کی به کیه؟ الان میبینید من هر نظرم راجع همه میگم، همه نظرشون همین جوریه، فقط جرئت ندارن بیان تو ویدیو بگن چون میترسن فوش بخورن. مثلا فوش بخوری چی میشه؟ کسی به من فوش بده منم 100 تا بدتر فوش میدم. این یوتیوبرای فیک نیستم الکی بیام همه تعریف کنم من عاشق چش و ابروی همه هم. بله اونم دوست دارم، اینم دوست دارم. حالا باید نظرشو خیلی شیک سلیس بگه. پدرم در اومد تو این دوربینو بذارم اینجا، الان تصویرشو میبین. آره یه ویدیو میلچاپ قرار ریکورد کنم، ریکوردش یه ساعت معمولا طول میکشه واسه اینکه 6 7 دقیقه چیز مفیدی از توش در بیاد. اینم به خاطر اینکه اونجا که من پسرم کسی وای نمیسه حرف بزنه، همه دنبال دخترن تو میلچاپ و کوفت و این مخصوصا انگلیسیش یا فارسیش چه بدونم. و تصمیم گرفتم که دیگه ویدیو دوم که قراره یه ویدیو ریاکت باشه اونم برای چنل انگلیسیم اونو ریکورد نکنم. پس شد دو تا ویدیو برای امروز، یکی دیلی ولاگی که الان دارید می‌بینید و یکی ویدیو مینی‌چتی قراره ریکورد کنم. اونجا که جای خاصی نداشتم خواستم بک‌گراندم اینجا باشه یکم، یعنی مثلا یکم ساعته رو خیلی دوست دارم. آره لپتاپ گذاشتم رو این، خیلی ستاپ ساده و مایک و اینا همه خود این لپتاپ ریکورد می‌کنه برای مینی‌چت. اوکی مشکلی نیست. اینجا یه بک‌گراند رنگی انداختم که رنگش یه عوض میشه، مثلا جالبه چرا قرارم بزنم جالب میشه. بذار ببینم. بله بله چه ستاپی این یوتیوبر مشهور. بذار مثل این اسکولو بگم بزنه بریم سراغ ویدیو. Let's go. یو 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 بدم میاد این لفظ. الان بعد یک ساعت و نیم دقیقا ویدیو مینیشت رکورد شد. الان وقت ناهاره. اینجا کبابه که از دیشب خوابونده شده رو داریم میبینیم. تو این سیخای چوبی قراره بزنم و بذارم تو فر. بله قراره زغال روشن کنم واسه یه نفر. برادر نیستم بخوام کارو کنم. آشپزی با مامان آرتا. به 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 مامان آرتا چه کرده براتون. خب الان نشستم غذا آماده بشه و این سریال هم گذاشتم که ببینم با غذا. مستر ربات قبلا دیدمش ولی چون خیلی قشنگه دوباره دوست دارم ببینمش. همکنون مستر ربات. خب الان ساعت 1:15 و من تازه قراره که ویدیو رو ادیت بکنم. بله الان ادیت ویدیو کوفتی تموم شد و الان ساعت 7:30 همونطور که شاید ببینید شدم نبینید کلش 2 ساعت طول کشید. بعد شروع کردم رفتم تو اینستاگرام. بله چرا که نه، کجا بهتر از اینستاگرام برای هدر دادن وقتت. یه روز مفید بله باید هدرش بدی. حالا بالاخره وقت دانشگاه شد و
کی حال داره واقعا؟ کی حال داره؟ حاضرم 100 تا ویدیو الان ریکورد کنم ولی نشینم نیم ساعت پای درس دانش. جزوه لعنتی. لعنت به این اصول و کوفت و گسسته و اصلا چرا واقعا؟ چرا این کارو میکنم؟ واقعا چرا منی که مهندسی کامپیوتر میخونم باید گسسته بخونم باش؟ چرا دیفرانسیل باید بخونم؟ بهم بگو چرا؟ با خب الان نیم ساعت 40 دقیقه درس خوندم، گسسته خوندم، بعد حد بزنید چی؟ رفتم تو یوتیوب چرخ کردم و اینستاگرام دوباره. الان ساعت 8 و نیم شبه و گشتم شد. از کباب ظهر یکم الان مونده. این شاهکار ظهرمه که درست کردم. بعد یکم مربا و خامه و اینا میخوام بعدش بخورم. خیلی دوست داشتم امروز برم بیرون. الانم دوست دارم برم. هنوزم برم ماشین مثلا دور بزنم همینجوری الکی بی دلیل. بعدش با هم تامنیل یکی از ویدیوهای یوتیوب کانال انگلیسی رو درست می‌کنیم. خب آقا الان تصمیم برام شد که برم بیرون یه دوری بزنم همینجوری بی دلیل. یه رم نیم ساعت چرخ ماشین بزنم که حوصله‌ام سر نره. بچه الان اومدم بام کرج، اینجا بام کرج جسی هم پایین تره. بعد دیدم که بله بنزین اینجاست و بهتره کرج زودتر برگرم خونه. الان اینجا یه جای خیلی بالای کرج من که ناموزن گوه خورم خوابش دارم. بله همکنون میرویم به سمت پایین. بله بچه ما میشن فیلد شدیم و اینکه قرار بود برم بام کرج شما رو یه ولاگ هم اونجا بگیرم، ولاگ مختصر مفید. برای هم نستر رو با تمامیرم سنگیتره. سلام بچه ها، نمیدونی چقدر بدبختی کشیدم تا یه تیکه ویدیو رو بگیرم. خب برگشتم و به خاطر اینکه خیلی با کامپیوتر اینو کلن کار میکنم چشم بعضی وقتا مثل سگ خوش میشه و میسوزه و هی باید چشم اینجوری باشه، هی تون تون پلک بزنم زیر چشم گود میو دیگه. آخر شب دیگه اوج سوزششه. واسه همین این قطره اشک مصنوعی میریزم، خیلی فایده نداره ولی چیکار کنم، یه لحظه حال میده یه لحظه. معذرت میخوام بچه ها. اشکای منو میبینی؟ به خاطر رفتن توه. وای بچه ساعت یک شبه و زده به سرم دیگه. دیگه اینجا سیم آخره. اصلا جون نرم برم برم پای فوتوشاپ و کوفت و زهر ما. به خدا من مستیستم بچه. فکر کنم بسته دیگه.